خلق افغانستان هست که در پست های مختلف در زمان حاکمیت این حزب کار کرده. در صحبت امروز ما یک نگاهی میکنیم به گذشته تاریخی این حزب، تحولات بعد از هفتم ثور و درس هایی که میشه از او تحولات گرفت. شما در زمان قیام مسلحانه نظامی در هفتم ثور در کجا بودین، چه موقعیت داشتین و چقدر آگاه بودین از این قیام؟ هفتم ثور سال 1357 و هنوز محصل بودم و کدام کاری خب نبودم که بعض حوادث آگاهی کافی داشته باشم. قصه کنم برتون، با یک دوست از پوانتون کابل چکر می زدیم طرف شهر می آمد. نزدیک هم اکاسانه را رسیده بودیم، البته پیش از اون ترخ و پرخ بسیار زیاد بود، ما جدی نگرفتیم، بالای سر به اصطلاح نزدیک زیرزمینی که می گفتن. در اینجا گریز گریز بود، ما هم پسکی طرف جاده نمزن می گرفتیم. یک تاکسیران دست دادیم، استاد کرد، سوار شدیم، پرسان کردیم چی گفت است، گفت پرسان نکو بیادر که داوود خان چپه کردن. این نزیجه سرنوشت ما و سرنوشت مردم افغانستان و سرنوشت یک حاکمیت تقریبا 60 ساله حرکت نادرخان اینا حساب کنیم رقم خورد و یک نظام از بین رفت و نظام جدید به میان آمد. یعنی یک تکثیران اطلاع داشت ولی شما به عنوان یک فعال حزب و که با نظامی ها هم مثل که شما در ارتباط بودین و کار میکردین اطلاع نداشتین؟ به هیچ وسیله، نه ما و نه نظامی هایی که ما با اونا کار میکردیم اطلاع مطلع نبودن. برزی که حوادث سلوک من به قصه خواد کردم، شما خاندین در جایی که در همه جا که چگونه همه چیز به سرعت رخ میده در افغانستان. از یک جانب البته جامعه آبستن تغییر، بعضی افراد در این وقتا تصمیم میگیرن بگوین که ما در یک جامعه راکد و سامت حرکت کردیم، بنابراین یکی از دلایل اساسی ناکامی ها عدم درک رکود اجتماعی بوده. نه، چون این نبود، جامعه تغییرات زیادی را دیده بود. در سال 1352 محمد داوود خان کودتا کرد و این کودتا عمدتاً به کمک نیروهای چپ صورت گرفت و سلطنت محمد ظاهر شاه به طور رسمی ختم شد. بعد از او تا سال 1357 هم جمهوری محمد داوود خان ادامه داشت و در دوران این 5 سال شما میبینین که دوران جمهوری، البته ما او را به نام جمهوری تاجدار خطاب میکنم، در دوران جمهوری تاجدار بارها عکس‌العمل های داخلی در علیه دولت داوود خان صورت گرفته بود، از قیام های مسلحانه در پنجشیر، در لغمان، در درواز گرفته تا کودتاهای نظامی. زنده یاد میوندوار متهم به کودتا شد، از میان برده شد. میر احمد شاه خان متهم به کودتا شد. یک عملیات نظامی دیگه بعد از او بود. یعنی هر سال اگر آدم حساب کنه حادثه مسئله علیه دولت وجود داره، سطح نارضایتی عمومی بالا میره. جمهوریت به تعهداتی که در خطاب به مردم افغانستان داده شده بود وفادار باقی نماند. یکی از تعهدات تعهد دموکراتیزه کردن حیات اجتماعی بود و اصلا به بخش حزب دموکراتیک خلق خواهد آمدید. عدم تعهد یا عدم پابندی به همین تعهد متاسفانه نیروها را ناراضی ساخت و وسیله یک تغییر بستر اجتماعی، یک تغییر در داخل کشور مساعد ساخته. اما این که تغییر از جانبی کی و چی گونه صورت میگیره هیچ کس نمیدانست. خب اگر بیاییم به این که این تغییرات دموکراتیک را حزب دموکراتیک خلق افغانستان، حزبی که شما به او تعلق داشتین، عملی کردن، شما پیشتر گفتین که نارضایتی از این بود که این تحولات از سوی نظام جمهوری عملی نشد، برای این تحولات که شما عملی کردین باز هم نارضایتی به وجود آمد و مردم در مقابلش قیام کردن. اجازه بدین از این بپرسم، آیا واقعا او قسمی که نور محمد ترکی در آغاز وقتی تحولات به پیروزی رسید قیام، هر سنگی را که به سینه میزد از سوسیالیزم، مارکسیزم، لنینیزم و یک جامعه سوسیالیستی در واقع صحبت میشد به یک نحوه، البته اگر در ادبیات رسمی توردگی بود، آیا واقعا آنچه که به عنوان فرامین و قوانین و اصول اساسی طرح شد مبتنی بر
نظام های سوسیالیستی بود، یا اینا برنامه های دموکراتیک بودن که اونا میخواستن زیر چتر سوسیالیسم به خاطر اینکه اتحاد شوروی رو خوش بسازن بیان کنند. معروف گرامی تغییراتی که در افغانستان در هفتم سال 1357 به میان آمد، این تغییرات بستر اجتماعی سوسیالیستی نداشت. داشتن اندیشه چپ و خودی خود کافی نیست که شما در یک کشور سوسیالیسم به میان آورده بتانید. اگر سوسیالیسم اوتور کارل مارکس مطرح میکنه و جامعه بورژوازی را مثال قرار میده، ما در چنین مرحله اجتماعی اصلا نرسیده بودیم. تحولات در کشور، ما میخوایم سریع بگویم امشب به تمام دوستای ما و صادقانه بگویم که از نظر ما آنچه در هفته مثال 1357 رخ داد از جانب مقابل بر حزب دموکراتیک خلق افغانستان تحمیل شد. یعنی ای اراده جمعی حزب دموکراتیک خلق نبود، رهبری حزب در مورد تصمیم اتخاذ نکرده. شما شاید هستید که در ششم مثال 1357 در پرششم پنجم مثال زنده یاد خیبر کشته شد. پیش از کشته شدن خیبر، پیش از اینکه حوادث رخ بده در افغانستان، حکومت تکحزبی اعلام شد. تمام احزاب سیاسی منع شدند. حتی به خاطر طرح پیشنهاد قانون اساسی که از جانب حزب ما و دولت محمد داود خان ارائه شده بود، تعداد از محصلین به شمول خود من زندانی بودند در محبس دیمزن. نه تنها ما اعضای حزب دموکراتیک خلق افغانستان در هر دو جناح، بلکه تعداد زیادی از اسلامیست های از او وقت هم در داخل زندان بوده. این حوادث آمد و رهبرای حزب زندانی شدن. وقتی رهبرای حزب زندانی شدن، ما اسنادی را در اون زمان بعدن به دست آوردیم و دیدیم که فیصله مرگ از اینا صورت گرفته بود. عکس العمل حزب دموکراتیک خلق افغانستان در این زمان عکس العمل به خاطر بقای خود ازی بود، نه به خاطر احراز قدرت. متاسفانه پیامد چنین عکس العمل ها، پیامد کودتا ها، پیامد عملیات نظامی یا آشوب های کنان همیشه تغییر نظامی سیاسی است. در نتیجه تغییر به میان آمد. ولی اگر شما به تمام فرامین اولیه حزب دموکراتیک خلق افغانستان صرف نظر از اینکه از جانب کدام جناح از حزب بوده، تا سقوط حزب وطن که آخرین نهاد مربوط به حزب دموکراتیک خلق افغانستان بود نگاه کنین، شما یک سند هم پیدا کرده نمیتونین که استقامت اقتصادی یا سیاسی جامعه افغانستان به طرف سوسیالیسم عیار شده باشه. درست. خب هدف از صحبت ما شما هم یک نگاه تاریخی است و هم یک موشگافیه عوامل شکست ها و درس هایی که نظام های بعد از او تحولات قدرت به دست گرفتن، حالا چی مجاهدین، چی طالبان، بعد چی نیروهای دموکراتیک که حکومت منتخب فرصت شیافتن در 20 سال گذشته و بعد دوباره فعلا حاکمیت طالبان که امارت اسلامی ازش میتونن استنتاج کنن. وضعیت طوری است قسمی که شما میگین که تحمیل شد بر حزب. رهبران حزب هم رهبران بودند که خود را وطن پرست، وطن دوست و دلسوز به بیت المال معرفی میکردند که تا حد زیادی هم بودند، برای که هیچ نوع میراث از اونا بر جا نمانده که دال بر فاسد بودنشان و سوء استفاده از ثروت ملی باشه. ولی این رهبران آیا صلاحیت ای را نداشتند که عمی تحولات و عمی اصلاحات را طوری پیش ببرن که دل مردم را به دست بیارن؟ در نخستین روزهای تحولاتی که انقلاب ثور نامیده می شد، گیر و گرفت ها شروع شد، از اقشار مختلف مردم به زندان رفت، بسیاری از کادرهای نظام مربوط به جمهوری و شاهی گذشته، نظامی ها و غیر نظامی ها، در اون شبهای اول به جوخه های اعدام فرستاده شدند و بسیاریشان هم زندانی ماندند و پسان هم طوری شد که حتی یک جناح حزب یعنی خلق بر پرچم تازید و پرچمی ها را به زندان افغانیا تبعید کرد. چرا به اتو یک وضعیت متوسل شدن؟ آیا در این عوامل خارجی دخیل بود؟ خودخواهی ها دخیل بود یا چی؟ به دو عامل باید نگاه کرد. معروف سید گرامی، ما امروز میخوایم بعد از سالها باعث یک زندانی امو دوران برتن کسد. آنچه در افغانستان بعد از سال 57 رخ داد به خاطر حفظ نظام رخ نداد. منظور من البته به این بخش چیزی را که عرض می کنم
فعالیت هایی است که تحت عنوان تخطی های حقوق بشری پنداشته میشه. اینا به نظام کمک نکردن، بلکه نظام را ویرانتر ساختن. عامل اساسی که نظام و مخاطره می افگند و نظام در مقابله علیه او برخواست، موجودیت نیروهای مخالف حزب دموکراتیک خلق افغانستان. این نیروها پیش از حزب دموکراتیک خلق افغانستان، البته من در تاریخی ازی بعد نمیگردم، تا ملایلن و امان الله خان پیش نمیرم، دمی دوران داوود خان عرض میکنم، پیش از اینکه حزب دموکراتیک خلق افغانستان دست به قیام مسلحه نیزده باشه، اونا تجربه قیام های مسلحه نداشتن. یکی از دلایلی که تعداد افراد گرفته شدن و از جانب نظام نابود ساخته شدن، احتمالا ترس نظام از خود ازی افراد. چرا نظام ها بیشتر از جسارت اخلاقی در حفظ نظام و تخطی در امور بشری مبادرت نمی ورزد، بلکه از ترس به عمل مبادرت می ورزد. این نظام در قدم اول سعی کرد مخالفین داخلی خود فلج بسازد. البته آیا این منتج به فلج ساختن مخالفین داخلی شد یا تقویت مخالفین داخلی، این بحث است جداگانه. اما دیدی از او زمان نظام حتما نمی بوده که ما مخالفین سیاسی خود نابود میکنیم تا بتانیم اول حکومت مستقر و مستحکم بسازیم، بعد از او ببینیم چگونه ادامه پیدا میکنه. اما در کشوری تیپ افغانستان این امر موجب عصیان بیشتر، موجب عکس‌العمل بیشتر و موجب مخالفت بیشتر شد. و یکی مخالفت ها چگونه در دست نیروهای بیرونی افتاد، عرایس از ما خواهد بود خدمتتان. پیش ازی که با سوالات بیشتر برسیم، در همین جا اگر استنتاج کنیم که عمود یک برخورد که شما تصمیم یک حاکمیت را، تصمیم یک حزب را ارزیابی کنین و بعد از البته چند دهه، آیا یک تصمیم درست بود که برن سراغ مخالفین و البته نه تنها سراغ مخالفین بلکه سراغ مردمی که از این تحولات و یا عمو قسمی که گفتم شد دستاوردهای نو از انقلاب ثور حمایت میکردن، به جاده ها برآمدن؟ ما دیدیم در امو روز تغییر بیرق ملی و در مسائل مختلف دیگه که یک موج از پشتیبانی هم از این نظام وجود داشت، ولی به تدریج میدیدیم که نه تنها سراغ مخالفین سوگند خورده خود رفتن، بلکه افراد عادی را حتی مثلا در یک مسجد یا در یک مکتب یا در پاهنتون یا در یک اداره یک حرف مخالف هم اگر میزد، شما دروز باد میدین که ناپدید شده و بعد از او خانوادش متوجه میشد دیگه از خبری از اون نیست، حتی تا امروز نمیدونن که چی گونه اعدام شد و کی اعدام شد. چی درسی میتونیم از این و برخورد ارعاب و فشار و در واقع زورگویی گرفت؟ من معروف در یک جمله برتون بگویم، یک جنایت انجام داده شده است. این جنایتی است که نمیتوان از او چشم پوش کرد. من خودم شاهد از این مسائل بودم. در وجود خود، در وجود رفقای خود، در وجود دوستای خود، در وجود خانواده ها ما دیدیم. این آدم میتونه در یک کلمه جنایت سازمان داده شده بگویم. به خاطر من میخواییم در جنایت سازمان داده شده بگویم که مسئولینی از اینا در رده های بالایی حزب ما افراد معینی بود. و این افراد معین عمدن و قصدن، شاید فرداهایی که ما نباشیم و اسناد شبکه های جاسوسی بیرونی افشا شود، دیده خواهد شد که اینا از کجا سرچشمه می گرفتیم مسائل و چگونه این مسائل سازمان داده می شد. امروز خود سیایی ایر دگردن کگبی می اندازه، جیاروی رو نمی فهم دگردن آی اس آی می اندازه، یکی به دیگر پاس می ده. اما ما اسناد موثق در زمینه نداریم. به میساب مسلمانی میگن نگه خدا رو نمیشناسی از علایمش بشناس. اینا رو شما اگه دیکتاتورا رو نمیشناسیم از طرز فعالیت از اونا خو میدانیم. حاکم شدن حزب دموکراتیک خلق افغانستان در پاسخ با استبداد داوود خان بود. اما رژیمی که استبداد تداوم میبخشه در واقعیت عمل با آرمانهای دموکراتیک وفادار نیست. هزاران تنی که مخالف نبودن به مخالفت کشانده شد. و یک اشتباه بسیار بزرگ. این اشتباه در دوران حاکمیت جمهوری 20 سال گذشته هم صورت گرفت که البته به کمک نیروهای خارجی که در افغانستان بودن اونقدر فشار آوردن بر طالبان که
صفوف طالبان را نه تنها شکست نشکستن بلکه تقویت کردن. برحال من میخواستم یک یک برخی حرف میخواستم عرض بکنم عروس دمینجا که این اشتباهات در تاریخ ما ریشه طولانی تر داره. تصور کنین که اگر دوران اعلیحضرت محمد شاه، دوران همین 9 سال و چند ماه دموکراسی را عرض به همین که به نام دهه دموکراسی خطاب میکنن، پیشتر از ما یک نوع استبدادی ترین نوع سلطنت مطلقه را در افغانستان داریم که کاکای پادشاه حکومت میکنه. در این 9 سال و چند ماه دموکراسی اگر حداقل پابندی به قانون اساسی موجود می بود و احزاب سیاسی آزاد می بود، قانون احزاب نافذ می شد، یعنی منفذ اعتراضات مسدود ساخته نمی شد و عمدن مدیریت دولتی به نفع استبداد سازماندهی نمی شد، یقینا افغانستان بعدا در چنگال جمهوری تاجدار محمد داود خان نمی افتاد. و یا دوران داوود خان عین مسئله است. اگر به خطاب به مردم افغانستان وفاداری باقی می ماند و اگر حکومت تک حزبی و هم حزبی که هنوز هویتش معلوم نبود اعلام نمی شد و اگر مردم مطمئن نمی شدند که حال یک جمهوری میراثی به میان نمی آید، یقینا حزب دموکراتیک خلق افغانستان وارد صحنه نمی شد. یعنی استبداد در کشور ما به طور مداوم و ریشه دار است. درست. خب بیایید یک مقدار در رابطه با این نکته آخری که گفتین که حزب دموکراتیک خلق افغانستان وارد عرصه قدرت نمیشد، شما به دوران اشاره میکنین که خب خود شما از جوانای فعالان هم دوره بودین، دورانی بود که چپ، اندیشه های چپ، ایدئولوژی مارکسیسم لنینیسم، اندیشه های ایجاد یک حکومت سوسیالیستی بسیار در زمانش اندیشه های مترقی گفته می شد، جذاب بود و جوان ها در کشورهای مختلف مخصوصا در منطقه که ما شما در همسایگی اتحاد شوروی جایی که این اندیشه ها به کرسی نشسته بود قرار داشتیم. این اندیشه های چپ جذابیت داشت و خب ادبیاتش یک مقدار به فارسی از ایران می آمد و بهش رو ترجمه می شد و تعمیم می یافت در جامعه. این اندیشه ها چقدر بستر داشت در این کشور که شما پیشتر هم یک اشاره های کردین که این کشور هنوز از مدرنیزم بسیار فاصله داشت و از نظر رشد اقتصادی بسیار عقب مانده بود، طبقه کارگر به وجود نیامده بود. چگونه ایز وقتی برسی قدرت رسید نتونست یک ارزیابی درست کنه که آیا ما میتونیم امی اصول اساسی یا امو فرامین را که آقای ترکی مطرح کرد عملی کنن در جامعه؟ یک حزب انقلابی، یک حزب پیشرو به اصطلاحات ابو دوران خدمتتان استفاده میکنم یا حزب مترقی که میگن، پروگرامات که خود مطرح میکنه که اگر ما به قدرت برسیم این کارا را انجام بدیم، اما مدت زمان انجام دادن زیر هیچ وقت پیش بینی نمیتونه کنه که چی وقت میتونه عملی بسازه. شما در آستانه هفته مسل 1357 جامعه افغانستان یک دفعه ببینید، ما 90% مرداره به سواد داریم، 95% خانم پاره. ای وقتی که چونین بی‌سوادی عام در سطح کشور موجود باشه، تنها کدام مناطق میتونه مناطق روشن‌تر پنداشته شود؟ اون شهرها است. و در تمام شهرهای ما تنها شهر کابل سمبول و نمونه از یک قضایا بود. یک جمعیت کلان با سوادای اقوام مختلفه در شهر کابل جمع بودن و آرزوی تغییر داشتن. آرزوی را که یک انسان برقدار و هوای گرمدار در داخل شهر دارد تا آرزوی یک انسان دهاتی بسیار متفاوت است. در سر و سر کشور از نظر زیربنایی اگر شما رو ببینیم، افغانستان کشور متکی به اقتصاد زراعتی بود، ولی ما تا 1400 سال یا از وقتی که خدا آفریده بود اقتصاد ما اقتصاد سنتی به اقتصاد گاو آهن بود. در تمام سراسر کشور 100 دانه تراکتور وجود نداشت. یعنی اقتصاد زراعتی ما میکانیزه نشده. حزب دموکراتیک خلق که خود حزب طبقه کارگر افغانستان میلامید، اینمی نام هم به نوعی از آنها به شکل تقلیدی وارد افغانستان شده بود، برای اینکه احزاب چپ در کشورهای دیگر پسوند حزب طبقه کارگر داشتند. در افغانستان ما طبقه کارگر منسجم صنعتی که مارکس یا انگلس از او صحبت میکنه یا لنین از او صحبت میکنه اصلا نداشتیم. ما فقط یک چند فابریکه داشتیم
دیگه تعدادی از کارگرای قرار داشتن که نو سطوح پایان تخصصی را آزمایش میکردن و یاد میگرفتن. انجینیرهایی که در سطح بالاتر قرار داشتن، در سطح متوسط افغان ها بودن، اما در سطح بالاتر از مشاورین کشورهای بیرونی بودن که ما را کمک میکردن. ما در فابریکه حربی به این میشکل یک چیزی به نام فابریکه حربی داشتیم، ولی سلاح تولید کرده نمیتونست. البته سلاح در کشورهای دیگه تولید میکنه، اگر خراب میشه ترمیم میکنه. وقتی که در کشورها این نوع مدنیت تجربه نشده باشه، تحقق آرمانهای مدنیت جدید، فرهنگ مدنیت جدید نامده باشه، عکس العمل در مقابل از او اگر عکس العمل اصلا طبیعی هم است. همین که شما به انگلیسی سیویلایزیشن میدین، همین مدنی شدن خودش مصرف بسیار بلند داره. و دولتی که در سال 1357 حاکم شد، من صریحا میخوایم بسی یک از کادرهای از او بگویم که نه از نظر معنوی خودش و نه از نظر معنوی جامعه و نه از نظر زیربنای اقتصادی توانمند تحقق آرمانهایی را که پیش روی خود گرفته بود، ای توانایی را نداشت. و ای عدم توانایی خود بخواد دولت بخواد به کمک دیگران سر پای نگاه کرد. یک مسئله دیگه هم که مطرح است و همیشه هم مطرح خواهد بود، مسئله عدالت اجتماعی و مبارزه برای عدالت اجتماعی است. اما قسمی که شما پیشتر گفتین که حزب انقلابی و مترقی همین مسئله را به عنوان یک اندیشه مطرح میکنه، برش مبارزه میکنن، و ما در افغانستان تجربه حزب دموکراتیک خلق ببینیم وقتی قدرت میگیره به ایجاد سازمان های اولیه میپردازه در تمام ادارات و ولایات و ولسوالی ها و قریه ها تا جایی که امنیت اجازه میده. در کنارش ما مسئله عدالت و نوع دوستی اسلامی رو در افغانستان داشتیم که مسجد در واقع از منابر مسجد صدایش بلند میشد و مبارزه که ما در اون وقت دیدیم یک مقدار بین سازمان اولیه و مسجد بود. آنچه هم که در دوران جمهوری دموکراتیک چند سال اخیر دیدیم، مبارزه بین مسجد و مبارزه بین جامعه مدنی و بین او نهادهایی بود که برای دموکراتیزه ساختن جامعه افغانستان کار میکردن، و اما با پیروزی طالبان دیدیم مسجد پیروز شد. درس هایی که از این برای مبارزه به خاطر عدالت اجتماعی صورت میگیره استنتاج کنیم در تاریخ 14 گذشته یا کمی بیشتر چی میتونه باشه؟ دریافت شما چی هست؟ معروفه بگر امروز کسی از ما این سوال مطرح کنه که عدالت چی هست؟ اول عدالت کلمه ثابت یا ثابت نیست. عدالت اجتماعی عبارت از مهیا ساختن معیارهای معین از سطح زندگی بر افراد یک جامعه است. چی معیارها معنوی هستند، چی معیارها مادی باشند. عذاب پیشرفته یا عذاب ترقی تامین عدالت اجتماعی را مبتنی بر تامین عدالت اقتصادی میدانند. یعنی بدون عدالت اقتصادی عدالت اجتماعی اصلا معنا ندارد. آنجوری که در افغانستان طرح از این شعار در مقابل یک نظام نهادی نشده 1400 ساله که همیشه دیدی از اون نسبت به عدالت کاملا دگرگون بوده مطرح شد. ببینید افغانستان آنچه حاکم بود یا آنچه حاکم هست امروز با کم تفاوت فقط دهات افغانستان است. در دهه افغانستان یا در قریه افغانستان در دوران سلطنت و آل به نحو دیگه از او سه فرد حاکم وجود داشت: زمیندار محل که خان بود یا ملک بود یا هر کسی که، در کنار از زمیندار محل البته یک ارباب دولتی وجود داشت. اکثرا این دو نفر متفاوت بودند، یعنی ارباب قریه از زمیندار شخصیت متفاوت بود. ارباب نمایندگی اما آخرین به اصطلاح فرد دولتی در داخل قریه شمرده می شد. فرد سوم حاکم در این محل ملای قریه است. یعنی هر قریه یک مسجد داره، یک ملا داره، یک ارباب داره و یک دان خان یا ملک داره. این هر سه نفر در اینجا حاکم هستن.
این ای مناسب ای سه نفر هر سه تا از اینا در یک هویت کلان پدر سالارانه اصلا نقش مادر در اینجا مطرح نیست، در یک هویت کلان پدر سالارانه مجموعی سیستم اقتصادی اجتماعی قریه را به عهده خود دارد. تعریف از اینا از عدالتی است که خداوند به کسی که داده داده و خداوند به کسی که نداده نداده. یک صنفی شوخ داشتیم همیشه میگفت که خدا دادگان را خدا داده است و خدا زدگان را خدا زده است. اما تعریف عدالت از نظر نیروهای مترقی کاملا طور دیگه بود. در اینجا مسئله مطرح نبود که ای افراد خدا داده، اینجا مسئله مطرح بود که سرمایه ها از کجا جمع شدن، آیا مشروعیت دارن یا ندارن و چگونه این سرمایه را میشه به نفع مردم بکنن. از همین جاست که اندیشه اصلاحات ارضی در افغانستان آغاز شدن و ادامه پیدا میکنه. اگر امروز تجربه از او دوران داشته باشید، گرانبهاترین تجارب در تاریخ افغانستان مربوط به امی دوران است. دوری که ما بین اندیشه های مدرن بدون موجودیت مدرنیته در داخل جامعه و اندیشه های واپسگرا با یک ریشه طولانی 1500-1600 ساله یک جایی عمل میکنن و همزیستی مسالمت آمیز یافته نمیتونن. اینا نظریات مختلف وجود دارد. آیا می شود یه اندیشه را در قالب مسالمت آمیز با هم امکان حیاتیتشان را مساعد بسازیم؟ من میگم بله ممکن هست، اما حرکت باید گام به گام صورت بگیرد و این حرکت گام به گام اقدر مدت پروسه تحولات اجتماعی را سریع می سازد که شما چندین نسل ضرورت دارید تا تغییر را به میان آورید. حالت دوم به تغییرات آنی و انقلابی دست بزنید، چون این تغییرات در کشورهای تیپ افغانستان پاسخ نمیده، همیشه منتج به ناکامی میشه. تا 100 سال اخیر دموکراسی، عدالت اجتماعی، حاکمیت قانون، مشروعیت و جمهوریت مسائلی است که صرفا مدافعین از اونا یک اقلیت کوچک روشنفکرا بودن. اکثریت جامعه از این پدیده دفاع نکردن. ما این مثال در گذشته هم عرض کردیم، امروز هم خدمت شما عرض میکنم، 20 سال ما جمهوریت ای که رادیوی شما چگونه او را ارزیابی میکنه و در باره چیزی نمیگم، ولی با باور ما با 20 سال جمهوریت آمریکایی داشتیم در افغانستان، جمهوریتی که اساس او آمریکایی ها بودن و تو در 20 سال جمهوریت یک عقد دموکراسی صورت گرفت، مؤسسات فرهنگی بزرگ به میان آمدن، نهادسازی صورت گرفت، صدها دانش آموز از مؤسسات تحصیلات عالی فارغ شدند، نوع تکنیک مدر، برداشت مدر از زندگی و جامعه به میان آمد، ولی در طی 20 سال ما یک مظاهره را به خاطر دفاع از قانون اساسی در شهر کابل نداشتیم. طی 20 سال یک بار پارلمان افغانستان حرکت نکرد که بگه چرا قانون اساسی تطبیق نمیشه. آنچه را که ما میخواییم تجربه بگیریم از این گذشته های تلخ برای آینده مایی است که مبارزه به خاطر مشروعیت و قانونیت باید در صدر وظایف قرار بگیره. بگذار این جای شاید باشه که بپرسم، طالبا فعلا به خاطر استحکام امارتشان توجه دارن به درس ها و میگن که مثلا حزب دموکراتیک خلق افغانستان یکی از مسائل مسئله زنا بود، یکی از مسائل مسئله تندروی در اصلاحات بود و جمهوری پیشین هم در می زمینه برای دموکراسی کردن جامعه عجله به خرج داد و نسخه های غیر قابل انطباق را آوردن عملی کردن. به جای قانون اینا میرن به ای که هر آنچه که وقت موجب ناراحتی و نارضایتی شده را متوقف میکنن، مثلا کار زنها را، مثلا مکتب زن دخترها و زنها را، مثلا به جای قانون فعلا به مشروعیت از شرع اسلامی میگیرن. فکر میکنین که درست پیش میره؟ یک مسئله را بگویم که آنچه را طالب ها امروز انجام میتن خیلی قشری و شکننده است. ظاهرا از نظر ما طور معلوم میشه که میتوان با شریعت حکومت کرد. اگر میتوان با شریعت حکومت کرد، ما باید در شهر کابل روزانه شاید حداقل بریدن دست ده ها نفر باشیم. برای که در جامعه فقر بیداد میکنه، به هر اندازه که فقر بیداد کنه به مو اندازه افراد سعی میکنن از طریق غیر مشروع
به نان به کالا به یک سرمایه دست پیدا کنه و ایرای مشروع غیر مشروع دزدی و سرقت و رشوت و امثال هم میزید. اگر این کار درست باشه باید شما سر بازار هر کی سواری رو ورزید شما برید و این حجم شریعت در افغانستان تطبیق نمیشه، فقط به طور نمونوی اینجا و آنجا تطبیق میشه. یعنی خود از اینا میدانن که شریعت را که اینا میخواین بگوین این قابل تحقق نیست. مسئله دوم، مسئله بستن دروازه های مکاتب برای دخترها و گویا اسلامیزه کردن سیستم تعلیم و تحصیلی برای بچه ها هست. ما از این راه هر قدرم که زیبا و دینی و خوب پنداشته شود به کدام کدر میرسیم در این کشور؟ به کدری که در نهایت امر از او یک استشهادی تربیت شده میتونه، در نهایت امر از او یک کسی تربیت شده میتونه که بر زندگی را نفی بکنه، با نفی زندگی خود و دیگران گویا به اهداف خود که به بهش رسیدن باشه برسه. در نهایت امر سیاست را که طالبان دنبال میکنن سیاست نفی زندگی هست، سیاست تایید زندگی نیست. ولی خود زندگی در عمل اینا را اجازه نمیده چون این عمل را انجام بده. شما به بند دست دوستای طالب ما نگاه کنین، مقبولترین ساعتهای غربی بسته است. بعد لباسشان نگاه کنین، به موتر که سوار میشن نگاه کنین، به آیفون و آیپد که پیش رویشان است نگاه کنین. اینا نمیتونن از مدنیت امروزی جدا زندگی بکنن، اما میتونن به خاطر گمراهسازی جامعه بگوین که ما مثل که تعداد از برادرای جهادی دیروز هم میگفتن ما قرآن پیش میمانه و پشت سر زو حرکت میکنیم. مشکل اساسی پیشرفت یک جامعه دین نیست، مشکل اساسی پیشرفت یک جامعه دینی ساختن دولت ها است. تا زمانی که شما دولت ها را در مقابل معتقدات مردم بی‌طرف نسازین به هیچ وسیله امکان پیشرفت میسر نیست. این چطور است که برای مکاتب دخترانه ما در افغانستان معلم نداریم، جای نداریم، مکتب نداریم، ولی برای ساختن مدارس ماهانه برای 150 مدرسه پول هم داریم، امکان هم داریم و جای هم داریم؟ این در واقع امر دروغ محض است که اینا میگن. اگر یک نگاه بکنیم که خب فرض به این بگیریم که حزب دموکراتیک خلق افغانستان نیت انسان دوستانه در سرانجام به خاطر آینده افغانستان داشت برای که یک نظام مردمی شکل بگیره، خب خطاهای پیش اومد، خطاها رو در نظر بگیریم یک طرف، ولی میتونست یک حاکمیت بهتر مردم سالار به وجود بیاره. چقدر عوامل خارجی در منحرف کردن و سقوط دادن حاکمیت حزب خلق تأثیر داشت؟ اجازه بدیم یک مسئله را باور خود در مورد باور جامعه شناسی نهی خود از قضای افغانستان سریع بگویم که در کشور تیپ افغانستان نهی که در خود افغانستان در 100 سال اخیر به خصوص عامل خارجی نقش تعیین کنه نداره. یعنی عامل داخلی چگونه در دامن عامل خارجی مفته و در دامن زوبازی میکنه ای چی دوم است، واریانت دوم است. در وقتی که حزب دموکراتیک خلق افغانستان حاکم شد، قبل از او واشنگتن پلانای معین خود علیه اتحاد شوروی به خاطر گرفتن انتقام شکستای ویتنام داشت. با مجردی که در افغانستان حزب دموکراتیک خلق حاکم شد، با تمام ازی که رهبرای اولی ازی هم هر نمازی ای در روبروی تلویزیون ادا میکرد، تمامی شبکه های غربی فعال شدن که دینجا کمونیست ها شروع شد به اینکه شوروی ها میان تا بر هند نمیگیرن، شروع شد که اسلام به خطر افتاده. یعنی اگر حزب دموکراتیک خلق افغانستان هر اندازه که زحمت میکشید نمیتونست خود از این منجلاب خلاص کنه. برای از اینکه در مقابل حزب دموکراتیک خلق افغانستان متاسفانه بودن و نبود از او مطرح شد، بود و نبود نظام در یک دفاع مسلحانه باید فیصله میشد. در این دفاع مسلحانه پای شوروی هم کشانده شد که عامل خارجی است و آمریکایی‌ها، و شما خاطرات برژینسکی را خواندین، آمریکایی‌ها تانستند که پای شوروی ها را بکشانند و در این جنگ شوروی ها را ضربه بزنند. این تجربه بدبختانه در مورد خودشان هم تکرار شد. شوروی ها به سلامتی از کشور خارج شده تانستند و اینا با شرمسارانه افغانستان تن. من در کمیته مرکزی کار میکردم، معروف سه ارزیابی میکردیم نشرات بیرونی را. در هر 24 ساعت علیه ما 110 ساعت نشرات تبلیغاتی وجود داشت.
وی در کدام شرایط؟ در شرایطی که 110 ساعت در افغانستان آخذه داشت و گرفته میشد و فرستنده های رادیویی رادیو افغانستان در پکتیا شنیده نمیشد، در نیمروز شنیده نمیشد. یعنی ما صدای خود در جای با آسانی نمیرسند. وقتی که ما به این مرحله رسیدیم که یک موج اف ام در سر و سر کشور نشر کرده بتانه، بسیار دیر شده بود برای تصاری. این مسائل در یک جامعه سنتی و در یک جامعه که استخدام افراد و به نفع دشمن بسیار آسان است، متاسفانه ضررهای بسیار کلان مالی، مادی و معنوی را برای کشور به میان آورد. که اگر کسی از تاریخ درس بگیره، درسهای عظیمی را اینجا نگفته است. خب البته ما ایده هم میدونیم که هم در سقوط دادن قسمی که شما گفتین حاکمیت جمهوری داود خان و هم در بعدا سقوط دادن امارت طالبان و حتی پسانها هم عوامل خارجی بسیار نقش مهم را داشته، نقش برسه داشته. یک کمی اگه برای چند مرحله نگاه کنیم به رهبرانی که بعد از پادشاه محمد ظاهر شاه می آین. البته آل یک ارزیابی تاریخی که از دوران ظاهر شاه می شود از نقش خودش به عنوان یک پادشاه و یک رهبر که می بینیم در بسیار مسائل محافظه کاری که پادشاه داشت و در این حال به طرف افغانستان را سمت می داد، بسیار به صورت بطی و تدریجی برای سوی مدرنیزم و مدنیت پیشرفته و دموکراسی. آل ارزیابی است که بهتر عمل میکرد، بهتر بود. اشتباهاتی که رهبران کرد، از داود خان شروع کنیم تا به امروز که رهبر طالبا، اگر در نظر بگیریم که بعضی از دساتیر را یا بعضی از اجراعاتشان را یا بعضی از اوامرشان را طوری صادر میکنند که موجب خطاهای تاریخی میشه، چه خواهد بود؟ بلندترین خطای تاریخی نیروهای چپ و راست جامعه افغانستان، یعنی هم اسلامیست ها و هم حزب دموکراتیک خلق افغانستان، عدم اعتقاد و باور خودشان به دموکراسی هست. یعنی هم ما هم جانب مقابله فقط بر قاعده حذف سیستم خود بنا کرد. هر سیستمی که بر قاعده حذف جانب مقابل و سرکوب جانب مقابل عیار شود، سیستم سقوط کردنی هست. ظاهر خان در 9.5 سال آخر دهه دموکراسی به این اعتقاد بود که قاعده حذف و تطبیق بکنه، اما بسیار به نرمش و بتانه یک سلطنت مشروطه را در افغانستان ابقا بکنه. اما این بدون این دموکراسی بزرگتر مشخصی از او موجودیت احزاب است، موجودیت نظر آزاد است. با نبود نظر قانونمند و آزاد، دموکراسی اصلا معنا نداره. یکی از رهبرای حزب دموکراتیک خلق افغانستان مثلا تبیات ببرک کارمند معتقد بود که ظاهرشاه مترقی ترین پادشاه امو دوران ما و منطقه ما است. و واقعا نسبت به رضا شاه، نسبت به شاه عراق او دوران، نسبت به شاه اردو مصر او دوران ملک فاروق، نسبت به تمام از اینا ظاهرشاه مترقی تر و پیشرفته تر بود. اما این معنای زیر نداره که حالت ایستای را که خانواده محمد ظاهر شاه، یعنی بعد از محمد نادر خان در جامعه حاکم شده بود، پاسخگوی اصلی مسئله او نبوده باشه. شما تصور کنید یک کشوری که 70% راه های ترانسپورتی از او خامه بوده باشه، 40 سال سلطنت چی کرده؟ من گاهی وقت با دوستان مذاق میکنم، ما سپاسگزار هستیم از سلطنت محمد ظاهر شاه در افغانستان برای زی که نظمو وقت مردم کابل یاد گرفتن که چون کابل تشرام نداره باید از دریای کابل استفاده شد و برن از جای استفاده بکنن. کدام مظهر مدنیت ما در دوران داریم؟ ولی تمام نهادهایی که بعدا تانستن اساسات صنعتی شدن شهر، مدرنیزه شدن شهر، هم در کابل هم در ولایات ایجاد کردن، و وقت شما میبینین همه منصوب به دوران ظاهر شاه است. بله، برای اینکه طولانی ترین دوره ثبات همی است. شما 40 سال ثبات ده اینجا، یعنی او همه قدر میتونست بکنه دیگه. با باور ما اگر میخواست بسیار بیشتر از این میتونست کنه.
ما از یک جانب در افغانستان شاهد رقابت بسیار زیاد پشت پرده آمریکایی ها، روس ها و چینایی ها در افغانستان هستیم. اتحاد شوروی در سیمای پروژه های کلان مثل سرکای قیر، فابریکا، تونل ها و اینا وارد عمل است و تربیت کادرها. آمریکایی ها در پروژه های زراعتی وادی هلمند و اینجا مصروف هستند و چینایی ها هم در سهم خود پروژه مرغداری پروان و ماهی و اینا رو در افغانستان برای انداختن. یک رقابت، اینی رقابت در نتیجهش یک اقتصادی به میان آمده که در زمان صدارت داوود خان به نام پلان های 5 ساله ما فتاد. اینی پلان های 5 ساله ثمری از مدنیت بیرونی رو وارد افغانستان ساخت. مثلا تلفن آمد داخل کشور، نوع روزنامه های دولتی چاپ شدن، جریده های جراید دولتی نشر می شد، مؤسسات تحصیلات عالی و متوسط و پایان انکشاف کرد، تعلیم و تربیت اجباری شد، افغانستان صاحب قانون اساسی شد. تمام از اینا در یک دوران رخ می دهد که اگر کشورهای مشابه به ایران شما در دیگر دنیا محاسبه کنین، حتی ایران به مراتب رشد سریع تر و بیشتر از منطقه. در مسئله آزادی ها وقتی از دوره سلطنت یاد میکنن افراد و فکر میکنن یک بهشت بسیار زیاد قرار بود برای ازی که کل آزاد و سرخوش بود، چون این نبود. پیش چشم ما مردم در دوران سلطنت در سر سرک از گرسنگی مردن. شما برین حوادث گرسنگی های قحطی های سال 49 و 50 را در سمت شمال، جنوب و جنوب غرب افغانستان ببینید. بیاین به سوال آخر باز خودتین. رهبران فعلی که در افغانستان در حاکمیت طالبان قدرت در اختیار دارن، یا حداقل یک رهبر که امیرشان هست، هرچند ما میدونیم که شمار زیادی از افراد کلیدی طالبان میگوین که اونا موافق وضعیت کنونی و وضعیتی که هست از نظر چه فشار بر آزادی های اساسی مردم یا منع زن ها از تحصیل و منع زن ها از کار نیستن موافق، چه درس های را اینا نمیگیرن و چه اشتباهات را تکرار میکنن که رهبران گذشته در حاکمیت های مختلف انجام دادن؟ البته از طالب ها توقع از این کلمه هم نمیره که مبهوم اینا باید از رهبران گذشته آموخته باشن که سیاست حذف سیاست کارآمیز است. باید به سیاست تعامل روی بیارن، به سیاست گذشت روی بیارن، به سیاست تساهل و همدیگر پذیری روی بیارن. به این ترتیب ما میتونیم صاحب یک حاکمیت نسبی شویم. مسئله دومی که است در مورد طالبا، هنوز در او وسعتش ما اطلاع نداریم، غارتگری گذشتگان جهادی از اینا هست. یعنی یکی از ننگین ترین فصل تاریخ افغانستان غارت میلیاردها دلار منابع در داخل کشور است. ما هنوز در مورد طالبا چنین سندی را نداریم. ما امیدوار هستم هرگز اینا در جستجوی از این مسئله نفتن، ولی اگر گذشته از اینا را جستجو کنیم و ای تو باور کنیم که اینا مزارع تریاک و دیروزی ها خطوط مواصلاتی تریاک به دست داشتن، یقین دارم جاهای هم در اینجا سرمایه از اصل مسیر خارج میشه و ذخیره میشه و یه امر تضادار تشدید میکنه. چیز جدیتره که میتونه طالبا از تاریخ بیاموزه ای است که همیشه نمیتونه آدم خلاف اراده مردم خود حرکت بستن مکاتب، بستن دروازه تربیت کادرها خود طالبان احتیاج می سازه. من از خود برادر طالب پرسان می کنم که وقتی تو نمیمونی که دختر دکتر طب شوه، تو مجبور سی زنت اسلام آباد ببری؟ برادر اگر این پیغور می دانی، اگر این حرف خوب می دانی، باید بدانی که ما به دکتر زن نیاز داریم، اما تو به انجینیر زن برای پلسازی نیاز داریم. باید نگاه خود یک دفعه نسبت به مسئله زن تغییر داد. و مسئله آخری که من میخوام عرض بکنم، تمامی دولت های ما یک سرتنبگی میتونه آدم بگه جاهلانی سیاسی را تجربه کردن. حتی به نهایت همی آقای سقوط آقای اشرف غنی
سقوط آقای کرزعی ببینین، همین رفتن آقای کرزعی ببینین. من یک ساله چا فراموش نمیشم که زنده یاد مجددی در پاریس استاد بود، نمیدونم کدام جلسه کلان اگر یادتان است مانده باشه، آقای کرزعی در پاریس بود، آقای مجددی میگفت که همیان اگه قرارداد که امریکایی امضا کن و این میگفت نمیکن. در امی سحنه آدم به خاطر آدم میره وقتی را که میگن محمد داود خان که برژنف سر میز شیشته بود سر چیزی قارش آمد و جلسه را ترک کرد. در عرصه دیپلماسی، در عرصه سیاست خارجی ما کشور فقیر بیچاره و غریبی هستیم. طالب ها نمیتونن تا پایان دنیا علیه تمامی دنیا قرار بگیرن و نابوین ما نظم خود برقرار میکنیم. اینو باور حتی دینی نیست، اجتماعی نیست، انسانی نیست. اگر تجربه در تاریخ وجود داره باید ترک شود، وگرنه اینا هم سقوط میکنن و بعمول. تشکر میکنم از صحبتتان. تشکر از شما و روسی بیرمی. لطف کردید.